با سلام کیانوش رزاقی هستم وکیل رسمی دادگستری در ایالات متحده آمریکا با توجه به درخواست هایی که به دفتر من رسیده این قسمت از مجموعه ویدیوهای آموزش اطلاعات و حقوقی رو به موضوع دریافت ویزاهای توریستی آمریکا اختصاص میدیم پروسه درخواست ویزا برای مسافرت توریستی با آمریکا با پر کردن فرم d 160 شروع میشه این فرم باید به صورت آنلاین و از طریق مراجعه به سایت وزارت امور خارجه آمریکا پر بشه شما با مراجعه به این سایت باید ابتدا تعیین بکنید که در کدوم کشور و شهر قصد مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری آمریکا رو برای دریافت ویزا دارید پس از اون با ارائه اطلاعات فردی و پاسخ به چند پرسش سیستم یک شماره پیگیری برای شما صادر میکنه که در واقع شماره فرم دی 160 شماست که باید این شماره رو یادداشت کنید چون هم برای دریافت نوبت مصاحبه و هم برای بازگشت به فرم دی 160 که به صورت ناتمام ذخیره کردید اون شماره رو لازم دارید برای پر کردن فرم دی 160 علاوه بر مشخصات فردیتون مانند اسم، آدرس و اطلاعات پاسپورت لازم هست که سوابق شغلی و تحصیلیتون رو هم آماده داشته باشید همچنین اطلاعات مربوط به والدین و فرزندانتون رو همچنین یک قطعه عکس اسکن شده مطابق با مشخصاتی که در همین وبسایت اعلام شده هم لازم دارید تکمیل این فرم رایگان هست و در پایان سیستم رسید دریافت فرم دی 160 شما رو به شما ارائه میده و در صورتی که مایل باشید نسخه از اون رو براتون ایمیل هم میکنه این رسید رو باید در روز مصاحبه همراه با برگه تعیین وقت مصاحبه همراه داشته باشید و به افسر کنسولی ارائه بدید گام بعدی برای درخواست ویزای توریستی دریافت وقت مصاحبه است که از طریق مراجعه به این وبسایت انجام میشه شما با استفاده از اطلاعات پاسپورتتون و همچنین شماره فرم دی 160تون در این سایت یک حساب کاربری ایجاد میکنید و پس از ورود به حساب کاربریتون میتونید اولین وقت موجود در کنسولگری های آمریکا در شهرهای مختلف رو ملاحظه بکنید البته در نظر داشته باشید که این سیستم تنها در صورتی به شما اجازه ملاحظه تمام زمانهای مصاحبه موجود و در واقع تقویم کامل کنسولگری رو میده که مبلغ 160 دلار بابت هزینه مصاحبه و صدور ویزا رو واریز بکنید که البته برای افرادی که در ایران هستن قدری مشکله اما به هر حال روال درخواست ویزای توریستی برای تمام افراد به همین شکلیه که توضیح دادم. دفتر من تماس های زیادی رو دریافت میکنه از افرادی که در رابطه با چگونگی افزایش احتمال دریافت ویزای توریستی آمریکا سوال دارن و بعضا افرادی هم با من تماس میگیرن که متاسفانه میشه گفت قربانی سوء استفاده افراد غیر و غیر متخصصی شدن که بدون هیچ گونه صلاحیتی در امور مهاجرتی دخالت میکنن به همین دلیل من لازم میدونم که اینجا یه مقداری در رابطه با اینکه صدور ویزای توریستی واقعا تابع چه عواملی هست توضیح بدم اگر بخوایم پاسخ این سوال رو در یک جمله خلاصه کنیم باید بگیم که ویزای توریستی برای کسانی صادر میشه که بتونن افسر مصاحبه کننده رو اغنا کنن که صرفاً به صورت موقت قصد مسافرت به آمریکا را دارن و حتما پس از انقضای ویزا به کشور خودشون باز میگردن ماموران کنسولی برای احراز این موضوع به عوامل متعددی نگاه میکنند که مهمترین اونها در واقع وابستگی های غیر قابل ترک فرد به کشور خودش و در مورد ما ایرانه افرادی که در ایران دارای شغل و کسب و کاری هستند که رها کردن اون شغل بعید به نظر میرسه افرادی که بدون همراه داشتن اعضای خانواده مثل همسر و فرزندشون قصد مسافرت دارن و افرادی که از طرف سازمان ها و نهادهای شناخته شده برای شرکت در کنفرانس ها و رویدادهای های معین دعوت میشن معمولا وقت بیشتری برای دریافت ویزای توریستی دارن برخلاف آنچه که توسط برخی افراد تبلیغ میشه سوابق مسافرت افراد به سایر کشورها تأثیر چندانی بر افزایش احتمال دریافت ویزای توریستی آمریکا نداره در مواردی شنیده شده که افراد فاقد صلاحیت به افرادی که مایل به دریافت ویزای توریستی آمریکا بودند گفتند که حتما باید قبل از درخواست ویزای آمریکا ویزای شنگن دریافت کنند و مسافرتی هم به یک یا چند کشور اروپایی داشته باشند اما واقعیت اینه که مسافرت به کشورهای اروپایی لزوما تأثیری در افزایش شانس شما برای دریافت ویزای آمریکا نداره. در موارد بسیاری دیده شده که افرادی که سابقه سفر به هیچ کشور خارجی نداشتن اما شرایط زندگیشون از جمله موقعیت کاری و خانوادگیشون نشون میداده که به احتمال زیاد به ایران برمیگردن به راحتی ویزا گرفتن اما کسانی که سابقه ده ها مسافرت خارج از کشور رو هم داشتن نتونستن ویزای آمریکا رو بگیرن چون نتونستن افسر مصاحبه کننده رو قانع بکنن که شرایط زندگیشون به گونه ای هست که به احتمال زیاد به ایران برمیگردن نکته بعدی در رابطه با افرادی هست که پس از مصاحبه بهشون گفته میشه که پروندهشون برای طی روند اداری فرستاده میشه در رابطه با این افراد در واقع افسر مصاحبه کننده شرط اصلی صدور ویزای توریستی که همون احتمال بالای خروج از آمریکا پس از انقضای ویزا هست رو احراز کرده اما بنابر ملاحظات و دستورالعمل هایی که وجود داره فرد باید برای دریافت مجوز ورود به آمریکا به تایید مراجع زیصلاح در ایالات متحده هم برسه این پروسه به ویژه در رابطه با آقایونی که در ایران به خدمت سربازی رفتن بسیار شایع هست که معمولا جای نگرانی نیست و در رابطه با بیشتر افراد ظرف چند هفته تا چند ماه این پروسه تکمیل میشه و نتیجه به فرد اعلام میشه در این مدت کار خاصی از سفارتخونه ساخته نیست و افراد هم صرفا باید منتظر اعلام نظر مراجع قانونی در آمریکا باشند اما افرادی که پروسه اداریشون بیش از شش ماه طول کشیده لازمه که با کنسولگری مکاتبه و در واقع درخواست پیگیری داشته باشن نکته نهایی این هست که در حال حاضر که ما این ویدیو رو ضبط کنیم یعنی در اولین روز ماه مه سال 2017 میشه گفت که روند صدور ویزاهای توریستی برای ایرانیان نسبت به قبل با کندی روبرو شده اخیرا خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده که تعداد ویزاهای صادر شده برای شهروندان شش کشوری که مشمول فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ هستند از جمله شهروندان ایران در ماه مارچ سال 2017 نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 40 درصد کاهش داشته که امیدواریم این کاهش موقتی باشه و روند صدور ویزاهای توریستی برای ایرانیانی که قصد مسافرت با آمریکا را دارند به ویژه افرادی که برای دیدار با عزیزانشون درخواست ویزا دارند در دولت جدید آمریکا هم تسهیل بشه